اما همونطور که گفتم در همین لحظات تنش‌ها میان رئیس گروه واگنر و روسیه ادامه داره و رئیس این گروه شبه نظامی به همراه نیروهاش به سمت مسکو در حال حرکته. ولادیمیر پوتین امروز در یک سخنرانی این گروه رو به خیانت متهم کرد و گفت اونها بهش از پشت خنجر زدن. اما تنش‌ها بین واگنر و دولت روسیه از کجا شروع شده؟ میدونیم گروه واگنر یک سازمان شبه نظامی متشکل از شبکه‌ای از مزدورانه که به عنوان یک ارتش خصوصی زیر نظر دولت روسیه فعالیت می‌کردند. از وزارت دفاع روسیه تجهیزات و تسلیحات دریافت می‌کردند و از امکاناتش برای آموزش نیروهاش استفاده می‌کردند. این گروه 9 سال پیش و در جریان جنگ دانباس در اوکراین شکل گرفت و به واسطه فعالیت‌هاش در کمک به جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در جنگ با دولت اوکراین به شهرت رسید. تخمین‌های دولت آمریکا نشون میده تا 6 ماه پیش این گروه در اوکراین بیش از 50,000 نیرو داشته که بخش زیادیشون محکومان زندانی در روسیه بودند. گروه واگنر از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در این جنگ مشارکت فعال داشته. مزدوران واگنر در جنگ چچن، جنگ‌های داخلی سوریه و کشورهای آفریقایی مثل لیبی، سودان و آفریقای مرکزی، همینطور بحران ریاست جمهوری ونزوئلا در سال 2019 و همینطور شورش موزامبیک هم نقش داشتند. این گروه در سال‌های گذشته از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، ژاپن، کانادا، استرالیا و نیوزیلند تحریم شده. وزارت دفاع در تلاش افکار عمومی رئیس جمهور رو فریب بده و داستانی رو در مورد چگونگی تجاوز دیوانوار اوکراین و قصدشون برای اتحاد ما ناتو و حمله به ما بگه. این بود که به اصطلاح عملیات ویژه 24 فوریه آغاز شد، اما به دلیل دیگری. این جنگ لازم بود تا عده‌ای پیروز بشن و ارتقا بگیرن و نشون بدن ارتش چقدر قدرتمنده، تا شویگو بتونه مارشال بشه. نیروهای مسلح روسیه تا همین دیروز مهمترین متحد گروه واگنر بودند. از دیگر متحدان این گروه میشه به جدایی طلبان تحت حمایت روسیه در دونباس، نیروهای مسلح سوریه، نیروهای هشت شبی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد. رئیس گروه واگنر یوگنی پریگوژین 62 سال است. او در 18 سالگی به جرم سرقت به زندان افتاد و حدود 10 سال بعد در سالهای پایانی حیات شوروی آزاد شد. سال 1995 اولین رستورانش رو در سن پترزبورگ افتتاح کرد، جایی که ولادیمیر پوتین که اون موقع معاون شهردار بود گاهی به اونجا سر می‌زد. بعد از اینکه پوتین رئیس جمهور روسیه شد این رابطه ادامه پیدا کرد تا اینکه 9 سال پیش سرآشپز پوتین گروه واگنر رو تأسیس کرد. پریگوژین در ماه‌های گذشته بارها سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه و همینطور والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه رو به بی‌کفایتی متهم کرده. او حدود 24 ساعت پیش بدون انتقاد مستقیم از پوتین منطق مسکو برای حمله به اوکراین رو زیر سوال برد و گفت این حمله بر اساس دروغ‌های فرماندهان شکل گرفته. پریگوژین ادعا کرده به دنبال این انتقادها وزیر دفاع روسیه دستور حمله موشکی به اردوگاه‌های صحرایی واگنر در اوکراین رو صادر کرده که باعث مرگ 2000 نفر از نیروهای این گروه شده. پریگوژین دیروز هشدار داد نیروهاش برای تنبیه وزارت دفاع به حرکت در میان و از ارتش خواست در برابر اونها مقاومت نکنه. اون گفته 25,000 جنگجو داره که عدالت رو برمیگردونن. روز شنبه پریگوژین ادعا کرد نیروهاش کنترل مراکز نظامی و مهم روستوف رو به دست گرفتن. این شهر با مرز اوکراین فقط 100 کیلومتر فاصله داره. همزمان با اخذ تدابیر امنیتی در مسکو، سرویس امنیتی فدرال روسیه از باز کردن پرونده جنایی علیه پریگوژین به دلیل دعوت به شورش مسلحانه خبر داد. نهاد امنیتی از جنگجویان گروه واگنر خواسته دستورات پریگوژین را اجرا نکنند. وزارت دفاع روسیه هم در بیانیه اتهامات پریگوژین را بی اساس و جعلی و فتنه انگیز خوانده. ما با هم جنگیده ایم. تو با ما مسیر طولانی را پیموده ای و پیروز شدی. تو باید قبل از اینکه خیلی دیر بشه برگردی به اطاعت از رهبری منتخب روسیه. کاروانهای نظامی خودتو باید متوقف کنی و به جبهه جنگ برگردی. امروز ولادیمیر پوتین در یک سخنرانی قول داد به عاملان خنجر زدن از پشت پاسخی شکست ناپذیر بده. پریگوژین در واکنش در پیامی که در تلگرام منتشر کرد گفت نیروهای این گروه آماده مرگن. اون مدعی شد نیروهای این گروه یک فروند هواپیمای نظامی آنتونوف 26 و جنگنده سوخو 35 ارتش روسیه رو سرنگون کردن.
هر آشفتگی داخلی یک تهدید مرگبار برای کشور ما و برای ما به عنوان یک ملت است. این ضربه‌ای به روسیه و مردم ماست. اقداماتی که ما برای محافظت از میهن خود در برابر چنین تهدیدی انجام می‌دهیم سخت خواهد بود. همه کسانی که آگاهانه راه خیانت را انتخاب کردند، شورش مسلحانه را تدارک دیدند و راه باج‌خواهی و تروریسم را انتخاب کردند، مجازاتی اجتناب ناپذیر خواهند داشت.